اینی که حسین فوت شد من ناراحت پشیمونم. حسین فوت شد اصلا خود منو باورم نمیشه. این حسین فوش نمیداد حسین اتفاقی براش نمیفت. حسین من فوش دارم. فکر کن یه نفر دارن صدای تو رو میشنوه، میخواد داره ارزندان میخواد چاقو دستش کنه، یا میخواید راه رو ادامه بده، چه حرفی براش داره؟ منو ببینه حالا پسر خودت. خب بگه ببینه بکنه آینه عبرت خودش دیگه. عقل داشته باشه نمیکنه. ما هم اگه عقل داشته نمیکرد. واه یه لقب داری؟ هیچ لقبی نه. عقاب ایران؟ میگن من که لقب نداشتم که. منو تنسا اونی که همه. اونی نه این که لقب نی که. اون که لقب نی. لقب اونی که برای خودش بذاره خودش صدا کنه لقبش. من فامیل دارم. داستان بودش هم دارم این مردم میزنم. داستان این فیلم هایی که تو فضای مجازی بود چند تاش خودت بودی چند تا هم نشسته بودی صحبت نمی کردی اون که چی بود اینا؟ اون که داستان مجازی که صحبت نمی کردم ربط نشه چون تعهد داده بودی صحبت نمی کنم. آره صحبت نمی کنم مشکل نداره. الان من یه جایی برم فیلم یکی بگیره تو عروسی باشه تو جشنی باشه من که نمی کنم. من حرف ندارم. من دست خودم که خودم رو نگردارم. مرغم بگی همسرت رو دزد نکن. من خودم رو نگردارم. اون اوایل خودم اونی با قصدنم که اونی بودی. آره اونا به خاطر این که اینه 5-6 سال پیش بود دیدم آقا من رفتم پلیس فتا این بر اون بر برای من اینستاگرام مثلا من این گوشی ها نهشتم که گوشیم ساده بود تو مجازی برای من این پیج میج درست میکردم هیچ که مثلا پیگیر نبود که میردن مزامن ناموس مردم میشن تو دایرکت فلان بسار اینا دیگه مجبور شدم من خودم در بودم آقا برای من پیج میج درست نکن از خودم دفاع منم اونجا هم میگودم آقا برای من درست نکنید چیکار کنم من که رفتم گفتم آقا تو امنیت گفتم آقا برای من این پیجر رو بخواید قانون اینا رو جمع کن دیگه آقا چقدر وعید بردی حرف فکر کنم منم من پیج ندارم این گوشی منه خود ناراحت تی خوردم دیگه الان یه 4 تا الان 7 تا خوردم 8 تا خوردم الان 7 بار پاتیر خوردم نه بابا خوردم کلن دو دفعه خوردم دو دفعه زیاد زدم یه سوالو پرسم چرا رفتی زندان برگشتی؟ یه جونی متنبه نشدی؟ این کارو نذاشتی کنم من گذاشتم که من دعوا نکردم از آن آزاد شدم رفتم مهمون رفیقم نه کلن قبلا چند بار رفتی دوباره برگشتی؟ اونه که برنشی برنگ من شمشیر بکشه فلان گونه میگه آقا متنبه نشدی من رفتم نشستم پیش رفیقم دعوت هم کرده دیگه رفیقم اونجا اومده به من خوش ناموس داره دیگه چیکار کنم منظورم اینه 82 مثلا رفتی تو مثلا ما بعدش شما دیدیم مثلا 90 دوباره اون موقع سنی من نداشتم الان عاقل بالغ شدم یعنی الانم که الانم که خودم گذاشتم کنار شر گردنمو گرفت دیگه خود حسین یاد طولایی بوده که قبلا داشتی کاری که قبلا کردی چرا این آقا شر گردنشو نمیگیره بله دیگه بالاخره آدم گلشش که بد باشه یه ذره زمان میبره تا درست شه میشه میگم من بعد زمان بهمون میداد مولد میداد که اینجوری بشه منم نمیخواستم من فقط فکر درمان پام بودم یه توصیه ما بکن یاد هر چی که میخوای من فقط میگم همه به همدیگه احترام بذارن حرمت همدیگه بگن کسی به کسی فحش نده الان کسی بهت فحش بده چیکار میکنه به قول خودت کسی بهت حرف بدی بزنه توهین کنه چیکار میکنه سرتو میندازی پایین رد میشی نشیده میگیری یا اونجا مست بودم نه اونجا الان اونو کاری ندارم الان عقلم سر جاشه الان میفهمم الان میگه آدم یه بار از رخ یعنی مانش بخوره یه بار ولی یعنی اتفاق افتاد بگیرم دیگه الان چی کار میکنی کسی یکی از اینجا یه حرف بدی بزنه اینجا نه کلا بیرون داری رد میشی شما با این یادتون نمیدونم من فقط میگم آقا کسی به کسی فرش نده یه کلام ارزشش رو داشت؟ ارزشش نداشت اصلا نداشت که یعنی خونه خدا فقط به خانواده حسین صبر بده خانوادهش داشتش به من رفیق بودن من این خانواده بد نیدونم من اصلا با حسین دشمنی نداشتم نمیخواستم حسین اتفاقی براش بیفته ولی سر یه از کوره در رفتن از کوره دادن چون مست بودیم عقلمون به اون فرمان نداد نه من نه حسین اگه سالم بود فرش نمیداد من اگر مشروع نمی کنم نمی زدم اصلا بسم الله الرحمن الرحیم خب با توجه به خبری که به ما رسید در رابطه با
وقوع یک مورد قتل بلافاصله همکاران ما تو محل وقوع قتل در تهران در یکی از نقاط تهران حاضر شدن و متاسفانه مشاهده کردن که یک جلسه‌ای که مربوط به یه تعداد از افراد سابقه دار هست، اینها در واقع در این جلسه که به مناسبت آزادسازی یا آزادی یکی از اشرار به نام و مطرح به نام وحید مرادی هست، این در واقع افراد در اون جلسه درگیر شدن و این فرد شرور و امروز شرور قاتل زده یک نفر از این افراد رو کشته، در واقع درگیر. کار ما از این لحظه شروع شد. البته من بگم ایشون ده ها چندین بار دستگیر شده و از سال 88 این آقای وحید مرادی مشغول شرارت است، مشغول خرید و فروش مواد مخدر و تقریبا توی موارد متعدد جرم و جنایت فعالیت داشته و بارها و بارها به زندان افتاده و بعد از اینکه در واقع این حادثه هم رخ داد و فردی به نام گودرزی به قتل میرسه، همکاران ما برای دستگیری ایشون کارشون رو شروع میکنن. ایشون هم با توجه به تجربیات زیادی که در بحث جرم و جنایت و شرارت داشته بلافاصله از تهران خارج و به سمت مرز حرکت میکنه و کار ما از اینجا آغاز شد. همکاران ما بلافاصله با رصدهای اطلاعاتی و کارگاهان متبحر و توانمند پلیس آگاهی ما در واقع تقریبا به نقطه تردد و حضور ایشون وقوف پیدا کردن، در محل حضور پیدا کردن و ایشون با هماهنگی تعدادی از دوستانش که اونها هم اراذل او باشن و دو سه نفر از کسانی که افراد رو به صورت قاچاق به خارج از کشور میبرن، قصد خروج از کشور رو داشت از طریق یکی از مرزهای غربی که در واقع شبانه همکاران من در اون محل حاضر شدن و در یکی از روستاهای کوهستانی که حدوداً 500 متر با نقطه صفر مرز فاصله داشت مخفیگاهشون رو شناسایی کردن و قبل از اینکه در واقع اون نفرهایی که قرار بود این رو انتقال بدن و از مرز خارجش بکنن، به در واقع در دام کاراگاهان پلیس تهران بزرگ گرفتار شد و کمتر از حدود 24 ساعت حدوداً در واقع الان تقریبا میشه بیش از 48 ساعت، ولی اون لحظه گرفتن حدود 24 ساعت در واقع تونستیم در نقطه صفر مرزشون رو دستگیر بکنیم و خودش هم به اصطلاح خودش در صحبتایی که داره میگه من باورم نمیشد این همه توانمندی و تبحر و در واقع سرعت عمل پلیس رو که بیان و در یک نقطه بسیار دور افتاده کوهستانی در یک روستا منو بتونم بگیرم. صادق، بجز اینکه خب اینا